قبل از اینکه بازی‌های FPS روی کنسول معروف بشن و همه اونا رو انجام بدن، یه ژانر دیگه‌ای بود که گیمرها عاشقش بودن. بازی‌هایی که تو ایران به همشون ماشین جنگی گفته می‌شد، ولی در اصل ژانر ماشین‌های مبارزه‌ای و یا کامبت کار بودند. ما هم به خاطر اینکه به نوستالژی وفادار باشیم، از همون اسم ماشین جنگی برای این ویدیو استفاده می‌کنیم. این ژانر با تلفیق کردن چند تا ژانر محبوب دیگه روی کنسول تونسته بود به این موفقیت چشمگیر دست پیدا بکنه. از جمله معروف‌ترین فرانچایزهایی که توی این سبک بودن، میتونستیم به کارماگدون، ویجیلنتی 8 و از همه مهمتر تویستد متال اشاره بکنیم. از سال 1990 تا اوایل 2000 این بازی‌ها حکم فرمانی می‌کردن. اما بعد از اینکه کنسول‌های نسل 6 به بازار اومدن، طرفدارای این سبک رفته رفته کمتر شدن، تا اینکه امروزه کلاً چیزی از ماشین جنگی باقی نمونده. سوال اصلی اینه که دقیقاً چی شد؟ چه بلایی سر این سبک اومد؟ من امروز توی این ویدیو قرار به این سوال جواب بدم. خب بیایید بریم به سال 1994 با آقای دیوید جفی آشنا بشید، مردی که سال‌ها برای سونی کار می‌کرد و تا حالا روی چند تا بازی کار کرده بود و متأسفانه همه‌شون از دم افتضاح عمل کرده بودن. رئیس های دیوید دیگه صبرشون لبریز شده بود و به اون گفته بودن فقط یه شانس دیگه داره. حالا که سونی کنسول مخصوص خودشون رو داشت، بی صبرانه منتظر بازی های نوآورانه و جدید بودن تا اینطوری بتونن با سگا و نینتندو که توی اون دوره شاه کنسول ها بودن رقابت بکنن. جفی و چند نفر از دوستاش بعد از یک جلسه با مدیرهای سونی اولتیماتوم گرفتن، به فکر این بودن که چه ایده جدید رو میتونن خلق بکنن و در همین حین اونا توی ترافیک گیر کرده بودن. یه ترافیک طولانی. یکی از اعضای تیم که اعصابش خیلی خرد شده بود با خودش گفت کاش گیری و ماشین تفنگ بود و میزدیم همه این ماشینا رو منفجر میکردیم. فکر کنم از اینجا به بعد میدونید چی میشه دیگه. با همین حرف جرقه تولید سبک ماشین جنگی ایجاد شد. یک سال بعد در سال 1995 اولین نسخه از تویستد متال به بازار آمد و در کمال تعجب حسابی ترکوند. گیمرها در سراسر دنیا مشغول ترکوندن ماشین‌های حریف با سلاح‌های خودشون شدن. خیلی‌ها توی اون دوره نمی‌دونستن چه چیزی باعث موفقیت این بازی بود، ولی فکر کنم ما می‌تونیم بهش جواب بدیم. در طی نسل 5 بازی‌های ویدیویی روی کنسول بازی‌های ریسینگ به شدت پرطرفدار بودن. از اون طرف روی PC بازی‌های شوتر آرنا مثل کویک حرف اول رو می‌زدن. توی مپ‌های بازی‌های شوتر شما باید دنبال تفنگ و مهمات می‌گشتید. و خب بازی‌های تویستد متال هم دقیقاً همین بود. توی این دوره هنوز بازی‌های شوتر روی کنسول محبوب نبودن و انجام دادن بازی‌های ماشین جنگی نزدیک‌ترین تجربه به شوتر واقعی روی کنسول بود. و شاید این حرفم به مزاق خیلی‌ها خوش نیاد، اما به نظرم سبک ماشین جنگی از شوترهای چرت کنسول هم بهتره. توی بازی‌های ماشین جنگی مهمترین چیز رانندگی و موقعیت گیری بود تا نشونه گیری. قطعاً برای بازی‌های ریسینگ کنترلر و فرمان اگه پول داشتید از موس و کیبورد خیلی بهتر بود. شما میتونستید با کنترل کردن ماشین سنگر بگیرید، خودتون رو جای مناسب ببرید و از تیررس دشمن خارج بکنید. اما شوترهایی که با کنترل صورت میگیره، خب اونا اول از همه که بهتون ایم اسیست میدن تا راحت بتونید نشونه بگیرید. سرعت بازی و گام پلی حسابی میاد پایین و در همین حین هی باید کاور بگیرید تا هلستون پر بشه، دوباره بیاید بالا و تیراندازی بکنید. همه این دستکاری ها صورت میگیره تا شاید بشه شوتر رو با کنترلر انجام داد. با تمام این مزیت ها موس و کیبورد 100 برابر از کنترلر بهتره. چرا میگم 100 برابر؟ چون گیمرهای حرفه‌ای وقتی بتونن از موس و کیبورد استفاده بکنن، عمرن سراغ کنترلر نمیرن. با تمام این تفاصیل، تویستد متال با موفقیت زیادی که به دست آورد، سریع به فکر ساختن یه دنباله براش افتادن. تویستد متال 2 از هر جهت از بازی اول بهتر بود و طرفدارا به سرعت عاشق اون شدن. بعد از اینکه بقیه دیدن این سبک جدید چقدر فروش خوبی داره، سریع از روی فرمول تویستد متال تقلید کردن و اینطوری شد که بازی‌های مثل ویجیلنتی 8 به بازار اومدن که هشتمین نسخه از یک فرانچایز نبود، بازی اول بود. این بازی سعی میکرد نسبت به تویستد متال کمتر خشن باشه. مثلا اگه تویستد متال از آهنگای متال مثل راب زامبی استفاده میکرد، ویجیلنتی 8 از آهنگای سبک دیسکو استفاده میکرد. حتی ویجیلنتی 8 هم به حدی خوب عمل کرد که برای اون هم یه دنباله درست میکنن. این سبک جدید به حدی طرفدار داشت که حتی گیمرهای PC هم بازیهای این سبکی رو دریافت کردن. عناوینی مثل کارماگدون و حتی کورنتین و یا همون قرنطینه. یکی دیگه از دلایل موفقیت این بازیها از نظرم خشونت اونا و کاراکترهای فانه. معمولا هر ماشین راننده خاص خودش رو داره که ظاهر عجیب دارن، مثل کیلر کلان که قطعا معروف ترین کاراکتر این بازیها به حساب میاد. تا چند وقت اوضاع خوب بود و حتی بعد از اینکه کنسول‌های نسل 6 به بازار اومدن هم به نظر موفقیت این بازی‌ها تضمین شده بود. ویجیلنتی نسخه دوم خودش رو روی این کنسول‌ها پورت کرد
کارماگدون دو تا دنباله ساخت و تویستد متال هم نسخه بلک و اسمال برال رو روانه بازار کرد. تویستد متال بلک که در سال 2001 به بازار آمد تونست به فروش 1,000,000 نسخه دست پیدا بکنه و هم نظر طرفدارا و هم منتقدها رو جلب کرده بود. اما بعد از این بود که دیگه این بازی ها روز خوش به خودشون ندیدن. میدونی چرا؟ چون در سال 2001 یه بازی دیگه به بازار اومد که همه چیز رو تغییر داد. هیلو. شاید الان هیلو یک بازی معمولی باشه، اما یه دوره که هیلو 1, 2 و 3 عرضه شده بودن، ویدیو گیم معنی هیلو میداد. امروز شاید کلی بازی شوتر وجود داشته باشه، اما به جرئت میتونیم بگیم که همه این بازی ها موفقیت الان خودشون رو مدیون هیلو هستن. آره، قبل از هیلو هم بازی های شوتر روی کنسول بودن مثل مدال افتخار، اما این هیلو بود که با کلی نوآوری این سبک رو روی کنسول جا انداخت. سیستم این که شما فقط میتونید دو تا سلاح داشته باشید، سیستم این که هلز خود به خود پر بشه، همه اینا نوآوری هیلو بود. اما از اینا مهمتر کنترلر ایکس باکس بود که با طراحی خودش این اجازه را به پلیرها میداد تا بالاخره بتونن بازی های شوتر رو در نزدیکترین حالت تجربه به موس و کیبورد روی کنسول به دست بیارن. در همون سالی که تویستد متال بلک عرضه شده بود، هیلو 1 به بازار آمد. تویستد متال بلک 1,000,000 نسخه فروش داشت و هیلو 1 5,000,000. تازه این رو در نظر بگیرید که پلی استیشن 2 158,000,000 دستگاه فروش داشت، ولی ایکس باکس اوریجینال 24,000,000 دستگاه. همین تفاوت فاحش به ما نشون میده که چه اتفاقی برای بازی‌های ماشین جنگی افتاده. گیمرها سلیقه‌شون تغییر کرده بود. شما میتونستید این موضوع رو از روی فروش هیلو بفهمید. با این حال سونی تصمیم داشت یه بازی تویستد متال دیگه برای پلی استیشن 2 عرضه بکنه، یعنی هاربر سیتی، ولی قبل از تکمیل ساخت کنسل شد. اتفاقی که برای دو نسخه دیگه تویستد متال روی پلی استیشن 3 افتاد و اونا هم قبل از عرضه کنسل شدن. کارمگدون و ویجیلنتی 8 هم بعد از سال 2001 دیگه هیچ عنوان جدیدی به بازار ندادن. میشه گفت از سال 2001 به بعد یهو این سبک از بین رفت. 11 سال طول کشید تا دوباره ما بتونیم یه نسخه دیگه از تویستد متال ببینیم. در سال 2012 یه بازی جدید از این سری به اسم تویستد متال به بازار اومد و انصافاً بهترین گیم پلی رو بین همه بازی‌های این سری داشت. این بازی نمره اوکی گرفت و فروشش هم اونقدر بد نبود، اما با این حال نتونست به حد مورد نیاز برسه. البته که ایراداتی هم داشت. اول از همه انحصاری پلی‌استیشن 3 بود. از اون گذشته سیستم مچ میکینگ تا یک هفته کار نمی‌کرد، یعنی شما تا یه هفته نمیتونستید آنلاین بازی بکنید. اما از نظرم بدترین چیز این بود که توی اون بازی کلی از کاراکترهای محبوب سری حضور نداشتن. در واقع در کمال تعجب شما فقط میتونستید 3 تا کاراکتر انتخاب بکنید که توی بقیه این بازی ها این تعداد بالای 10 تا بود. توی همون سال سازنده های کارماگدون هم اعلام کردن که میخوان یک بازی جدید درست بکنن، ولی ساخت این بازی درخواست کمک مالی کردن که طرفدارا $500,000 دونیت کردن. کارماگدون جدید یعنی ریانکارنیشن با کمک طرفدارا بالاخره به بازار اومد. اما این بازی بعد از عرض ایرادات زیادی داشت و نتونست هیچ کس رو راضی کنه و به سرعت از یاد رفت. خب در حال حاضر سبک کامبت کار و یا همون ماشین جنگی چه شرایطی داره؟ تقریبا مرده. خبری از بازی های گنده مثل تویستد متال، کارماگدون و یا ویجیلنتی 8 نیست. اما خب طبق انتظار شما میتونید یک سری بازی ایندی مناسب پیدا بکنید که شما رو به دوره کودکی خودتون ببره. آخرین اسمایی که توی این سبک گفته شده مربوط به سال 2016 میشه که کارماگدون نسخه مکس دمیج رو عرضه کرد که یک بازی جدید نبود، ریمستر بود. از اون طرف ما بازی مد مکس رو داشتیم که انصافاً نسخه جذاب و خوبی بود، اما این بازی کلن در مورد ماشین جنگی نیست، ولی خب بخشی از اون شما رو وارد مبارزه با ماشین‌های دیگه میکنه. به نظرم فرانچایزی مثل مد مکس کلن در مورد ماشین و مبارزه با ماشینه و همین دلیل میتونست اون بخشای مبارزه تن به تن رو حذف بکنه، چرا که جذابترین چیز در مورد اون بازی از نظر خیلیا مبارزات ماشین بود. متاسفانه میشه گفت که دیگه این سبک نمیتونه کامبک بزنه، اون هم توی دوره‌ای که بازی‌های اوپن ورلد حرف اول رو میزنن. شاید بخشی توی این بازی‌های اوپن ورلد وجود داشته باشه که به مبارزات ماشین اختصاص داده بشه، ولی یه عنوان کامل در مورد این سبک عیده. البته ما جدیداً یک سریال در مورد تویستد متال داشتیم که در کمال تعجب خوب بود. واکنش‌های مثبتی از طرف هوادارا و هم از طرف منتقدا دریافت کرد. شاید محبوبیت این سریال باعث بشه ما یک بازی تویستد متال دیگر رو تجربه بکنیم. متاسفانه تویستد متال فرانچایزی بود که مرگش به دست خودش نبود. اونا افت نکردند. سلیقه مردم عوض شد و این چیزیه که شما واقعاً نمیتونید کاری در موردش بکنید. خب بچه‌ها اینا از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. یادتون نره که ما رو لایک و سابسکرایب بکنید. آرزو می‌کنم خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.